احتمالاً تا الان کلمه یه تقیه به گوشتون خورده باشه و معنوشو هم بدونین، اما اگه بخوایم یه توضیح کوتاه در موردش بدیم باید بگیم تقیه یعنی خودداری از اظهار عقیده و انجام دادن کاری برخلاف نظر قلبی خودمون به خاطر وجود یه سری دلایل خاص. خب حالا شاید بپرسین که علت توضیح دادن این موضوع اصلا چی بود؟ که منم باید بگم متاسفانه عده‌ای مخصوصاً وهابی‌ها شبهه‌ای رو مطرح می‌کنن و میگن پس چرا حسین وقتی که میتونست موقعی از این تقیه کنه تقیه نکرد؟ خب تقیه میکرد دیگه، نه جنگی شکل میگرفت نه این همه خون ریخته میشد. جواب این سوال خیلی روشن و واضحه. تقیه کردن تو منظومه فکری اهل بیت و شیعیان به این معنا نیست که میشه هر جا و تو هر شرایطی تقیه کرد. بعضی وقتا نهی از منکر از تقیه خیلی مهمتر میشه. اصلا بعضی جا بر انسان واجبه که نهی از منکر انجام بده، مثل جایی که اگه فریاد نکشی و حرف خدا پیغمبر رو نزنی هیچی از اسلام باقی نمیمونه. اگه امام حسین جلو یزید میمون باز قمارباز مشروب خور که حتی مثل باباش ظاهر کارو هم حفظ نمی کرد با سکوت و مدارا برخورد می کرد، الان خود من و شما هم شاکی نبودیم که چرا یه نفر جلو این همه ظلم و فساد یزید نایستاد؟ اصلا فکر میکنین با این فرمون که یزید داشت جلو میرفت اساسا چیزی از اسلام باقی میموند؟ جدای از اون اگه امام حسین حرکت کرد و اومد سمت کوفه یه دلیل دیگه هم داشت و اونم این که خود مردم با فرستادن 12,000 نامه ازش خواستن. خب نمیومد؟ جواب مردم رو نمیداد؟ پس باید به این کسایی که این شبهه رو مطرح میکنن بگیم تقیه کردن جو و مکان خودشو داره، امر به معروف و نهی از منکر هم شرایط خودشو داره. اصلا اگه قرار باشه یکی مثل حسین مقابل یکی مثل یزید با اون همه فسادی که داشت قیام نکنه که هیچی دیگه، باید فاتحه اسلام پیامبر رو خوند و این درسیه که حسین ابن علی به تمام مردم طول تاریخ داد. مثلی لا یبایع مثله، مثل من با مثل یزید بیعت نمی کند.